جنگ گرگ ها بر سر کابینه آخوند روحانی، باند مغلوب، خط و نشان ها کلید خورده و حسن روحانی با روزهای دشواری مواجه خواهد بود. روزنامه حکومتی شرق متعلق به باند مغلوب نوشت، ماراتون رأی اعتماد به کابینه روحانی وارد فاز تازه‌ای خواهد شد. خط و نشان ها البته چندی است که کلید خورده است، برخی بی پروا و برخی در پرده. و حسن روحانی از روز یک شنبه تا پایان رأی اعتماد به کابینه با روزهای دشواری مواجه خواهد بود. بیشترین تعداد نمایندگان از طیف علی لاریجانی رئیس مجلس هستند و به همین دلیل میتوان اهمیت نشست‌های دو جانبه علی لاریجانی و حسن روحانی را دریافت. جبهه پایداری که برخی نیروهای نزدیک به احمدی نژاد و مصباح یزدی در آن عضویت دارند، بالقوه میتواند برای کابینه حسن روحانی دردسرساز شود. تعداد نمایندگان این جبهه شاید به زحمت به 40 نفر برسد، اما با وجود تعداد اندک در مجلس نباید از برخی حاشیه سازی آنها غافل بود. کابینه روحانی بدون شک برای رأی اعتماد از بهارستان با چالش جدی مواجه خواهد شد. هشدار مهره‌های خامنه‌ای. حضور در فتنه 88 خط قرمز مجلس است. فتنه‌گران حق سهم در نظام ندارند. آخوند جنتی دبیر شورای نگهبان ارتجا گفت: من بارها در این زمینه صحبت کردم، بارها گفتم و باز هم خواهم گفت. فتنه‌گران حق ندارند که در نظام سهمی داشته باشند. باید به این نکته توجه شود که در سال 1388 مسئله اصلا انتخابات نبود، بلکه هدف آنها براندازی نظام بود. آن کسی که نظام را قبول ندارد چگونه میتواند و چه حقی دارد که بیاید و در این نظام نقشی داشته باشد و پستی بگیرد؟ هر کسی که بخواهد اینها را جذب کند باید در خودش شک کند. آخون اژه‌ای دادستان کل رژیم گفت: نباید کسانی که در سال 88 مرتکب جرم شدند به مناسب اجرایی برگردند. این ظلم یک ظلم بزرگ و عظیم بود و به نظام زیان بزرگی را وارد کردند و صلاحیت ورود به مناسب اجرایی را ندارند. حداد عادل سردسته باند خامنه‌ای در مجلس ارتجاع گفت: نمایندگان نباید به گزینه‌هایی که می‌خواهند مملکت را به 18 تیر 78 بکشانند رأی بدهند. هر کس به روحانی رأی نداده افراطی نیست. افراطی کسانی هستند که 18 تیر 78 و فتنه 88 را رقم زدند. بروجردی رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس رژیم نیز اظهار داشت: حضور در فتنه 88 خط قرمز مجلس است که در رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی به آن توجه خواهد شد. اگر در سوابق افراد معرفی شده به عنوان وزیر کابینه 11 همکاری با فتنه 88 وجود داشته باشد، مجلس آنها را تایید نخواهد کرد. پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع نیز گفت: مسلماً مجلس به صورت معرفی افرادی که در سوابق اجرایی و اعتقادی خود با مبانی ارزشی و ولایی نظام زاویه داشتند به وظیفه اصلی خود عمل می کند. هشدار معاون ستاد کل نیروهای مسلح رژیم: هر گونه غفلت و خوشخیالی در برابر دشمن به منزله سقوط است. خط قرمزی که هرگز نباید خدشه‌دار شود. پاسدار جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح رژیم خطاب به آخوند حسن روحانی گفت: هر گونه غفلت و خوشخیالی در برابر دشمن به منزله سقوط است و تنها راه آفند مناسب و به موقع است و دولت در کنار و همراه ملت اصلی ترین نقش را در این مسئله بر عهده دارد. بر این اساس دستگاه‌های فرهنگی می باید با هر توان جلوی پیاده نظام دشمن را سد کنند و اجازه دست درازی دشمن را به محیط داخلی ندهند. هر گونه کوتاهی و تساهل و تسامح در این زمینه زیان‌های جبران ناپذیر در پی خواهد داشت و این خط قرمزی است که هرگز نباید دچار خدشه شود.
دعوای رفسنجانی با خامنه ای بر سر جهتگیری نظام. انتشار نامه 23 سال پیش ولی فقیه ارتجا. رفسنجانی در جواب حرفهای خامنه ای که اخیراً گفته بود جهتگیری رفسنجانی با جهتگیری خمینی متفاوت است، نامه خامنه ای به رفسنجانی در 23 سال پیش را در سایت خودش منتشر کرده و می نویسد رهبر معظم انقلاب در تاریخ 15 خرداد 1369 فرمودند به حمدالله در رأس دستگاه های اجرایی کشور کسی است که امام در تمام طول دوران انقلاب و قبل از آن و بیشتر از همه بعد از انقلاب تا لحظه وفاتشان نهایت اعتماد و اطمینان را به او داشتند. رئیس جمهور ما رفسنجانی کسی است که اینقدر مورد اعتماد امام بود، اینقدر به امام نزدیک بود، حرفهای امام را بیشتر از آنها شنیده، درد دلهای امام را بیشتر از دیگران شنیده و خبر دارد. حالا عده‌ای همینطور حرف میزنند و اصلا نمیدانند که حرف دل امام چه بود. حالا یک عده دایه های مهربان تر از مادر مرتب در اینجا و آنجا می نشینند و ذهن مردم را خراب می کنند. تیغ کشی سرکرده لباس شخصی های خامنه ای علیه آخوند حسن روحانی در جنگ گرگ ها قبل از نمایش انتخابات. با هماهنگی تو حسن روحانی جاسوسان انگلیسی را از گیت دولتی فراری دادیم. در جنگ گرگ‌ها بر سر کرسی ریاست جمهوری ارتجا که از یک سال قبل از نمایش انتخابات به راه افتاده بود، پاسدار سعید قاسمی سرکرده لباس شخصی‌های خامنه‌ای از سوی ولی فقیه ارتجا هم احمدی نژاد و هم رفسنجانی و خاتمی و حسن روحانی را مورد حمله قرار می‌داد. خبرگزاری سپاه پاسداران در یکی از گزارش‌های خود در 15 مهر ماه گذشته در این باره نوشت سعید قاسمی با اشاره به اینکه راه کم کردن فشارهای دشمن مدلی که آقای احمدی نژاد در پیش گرفته نیست گفت هاشمی و خاتمی و حسن روحانی برای اجرایی کردن مدل این روزهای احمدی نژاد بالا و پایین می کردند اما مردم از اقدامات آنها جلوگیری کردند. پاسدار سعید قاسمی همچنین در اظهارات خود در مورد حسن روحانی می گفت که وی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت رژیم جاسوسان انگلیسی را از گیت دولتی فراری داده است. تو رئیس شورای عالی امنیت ملی ما بودی، در زمان تو این کتابکاری اتفاق افتاد که 8 جاسوس انگلیسی ماری که توسط بچه ها در خاک جمهوری اسلامی در آبهای داخلی ما به اسارت بچه ها در آوردن، همون جه زنگ می زدی اینا را تو آب آزادشون نکردن. بچه ها گفتی از تو شلمچه آزادشون کنی. بچه ها گفتن که آقا شما متجاوزن انگلیسی ها، این مشروعیت دادن ما میاریم تهران تحمیلی آوردیم تهران. برای اولین بار در طول این تاریخ چیزی که من با چشم خودم ندیده بودم، پای پلکون هواپیمای شهید چربندی رحمت الله علیه که با کاظمی شهید شد، پای پلکون هواپیمای جاسوسای انگلیسی اومدن پایین. ریچارد دالتون سفیر کثیف به انگلیس زیر پای پلکون هواپیما از جیت دولتی و پاویون دولت، پاویون تشریفات، با هماهنگی توی حسن روحانی